کارآفرینی در آفریقا، کشاورزی و روش‌های تازه برای تولید برق در این قاره. در این خصوص پرسش‌هایی از رهبران سیاسی و مشارکت کنندگان در چهارمین همایش توسعه آفریقا در پایتخت اقتصادی مراکش، کازابلانکا پرسیده ایم. واحتضنته العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية الدار البيضاء. برگزار کنندگان این همایش بر مسائلی اساسی در قاره آفریقا تمرکز کردند. قاره‌ای که بیش از 60% از جمعیت آن دسترسی به برق ندارند و بیش از 50% نیز از سوء تغذیه رنج می‌برند. هدف این همایش آن است که اجازه دهد 2400 تن ثبت نام کرده و با کارشناسان تعامل داشته باشند و برنامه ریزی برای قرارهای تجاری بین شرکت ها کمتر از 4500 مورد نیست. همچنین تقویت همکاری آفریقایی ها نیز هدف گذاری شده. آفریقایی ها همکاری با یکدیگر را برای تجارت خارجی و منطقه ای آغاز کردند، ولی با رقبای خود نیز به صورت بین المللی تعامل دارند. این همایش همچنین شامل نشست‌هایی درباره تغییر نوع کشاورزی از فعالیتی که صرفاً معطوف به امرار معاش است به موتور توسعه اقتصادی و کسب و کار بوده است. کشاورزی تنها مسئله آفریقا نیست. جایی که فقر وجود دارد و مردم به اندازه کافی تغذیه نمی شوند و خودکفایی هنوز حاصل نشده. کشاورزی همچنان در سراسر آفریقا و جهان و به ویژه برای اروپایی ها مسئله است. امروز هم آفریقا در چارچوب همکاری های کشورهای جنوب قرار دارد. منظور از برپایی این چهارمین همایش بازآفرینی گفتگو درباره موضوعاتی اساسی است. توسعه کشاورزی و تولید برق در صنایع دو ستون هر سیاست متوازن و پایدار برای آفریقا و برای بهتر شدن وضعیتش در بازار بین المللی است. جمهوری کنگو در میان 23 کشوری است که از سوی آژانس ترویج سرمایه گذاری به فعالان اقتصادی معرفی می شود. این آژانس می کوشد تا در راستای منافع کشورهای عضو به جلب سرمایه گذاران در سطح بین المللی بپردازد. مدیر این آژانس می گوید آینده سرمایه گذاری در آفریقاست، زیرا ما رشد خوبی در آفریقا داریم و بیشتر و بیشتر توسعه می یابیم. خیلی خوب است که مراکش چون این همایشی برپا می کند. به نظرم این انتخابی بسیار خوب است. Donc de faire des forums Afrique développement pour permettre également des rencontres sud-sud. Je crois que c'est une très bonne chose.